متن ویدیوهای معلوماتی 15 دقیقه ویدیوها به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی ثبت خواهند شد. موضوع اول، چه انتظاراتی می توانید از جلسه تشخیص پناهندگیتان داشته باشید؟ در حال حاضر وضعیت پناهندگی که شما دارید به نام آزادی مشروط بشر دوستانه یا هم humanitarian parole یاد می گردد. این یک وضعیت موقتی است که تنها برای مدت 2 سال اعتبار دارد. پس از ختم 2 سال شما باید این وضعیت خود را تمدید نمایید. اگر این چنین نکنید شما خارج از وضعیت پنداشته خواهید شد و ممکن است از شما خواسته شود تا ایالات متحده را ترک نموده و به افغانستان برگردید. با داشتن وضعیت آزادی مشروط بشر دوستانه و شما مجوز کار و شماره تامین اجتماعی یا هم سوشال سکیوریتی نمبر داده شده است تا شما بتوانید به طور قانونی در ایالات متحده کار نمایید. مجوز کار و شماره تامین اجتماعی شما تا زمانی اعتبار دارد که وضعیت آزادی مشروط بشر دوستانه شما معتبر است. با داشتن وضعیت آزادی مشروط بشر دوستانه شما نمی توانید برای آوردن سایر اعضای خانواده خود مانند همسر، فرزندانتان به ایالات متحده درخواست دهید. حالا که شما در ایالات متحده هستید و اینجا مسکن گزین شده اید، بسیار مهم است تا کار برای کسب یک وضعیت پناهندگی دائمی را آغاز کنید. حکومت ایالات متحده به شما این امکان را داده است تا به وضعیت پناهندگی تسریعی درخواست دهید. شما باید در جریان 1 سال پس از ورود به ایالات متحده برای پناهندگی درخواست دهید. اگر این چنین نکنید، شما قادر به درخواست پناهندگی نخواهید بود. اگر پناهندگی برای شما اعطا گردد، شما می توانید تحت محافظت ایالات متحده و بدون ترس از ترک کردن این کشور در اینجا به نزدیکی خود ادامه دهید. 1 سال پس از داشتن وضعیت پناهندگی شما می توانید و باید برای اسکان دائم در این کشور درخواست دهید. وضعیت پناهندگی همچنین به شما این امکان را می دهد تا برای خانواده تان درخواست پناهندگی دهید. همسر و فرزندان مجرد که سن آنها کمتر از 21 سال باشد، پس از دریافت وضعیت پناهندگی شما می توانید یک درخواست بفرستید و این به اعضای خانواده تان این امکان را می دهد تا به عنوان پناهنده به ایالات متحده بیایند. مگر این کار تا زمانی که شما خود برای پناهندگی درخواست ندهید و پناهندگی به شما اعطا نشده است، ممکن نمی باشد. اینجاست که تشخیص پناهندگی بسیار مهم است. جلسه تشخیص پناهندگی 2 بخش دارد. در بخش اول یا جلسه قبل از تشخیص پناهندگی شما با یک داوطلب کار خواهید کرد، کسی که به شما در راستای جمع‌آوری معلومات در مورد خودتان، خانواده‌تان، تاریخچه سفرتان، آدرس های قبلیتان، سویه تحصیل و تاریخچه کاریتان همکاری خواهد کرد. فراهم کردن معلومات صحیح در حد امکان در این مرحله بسیار مهم است. جهت آماده شدن برای این بخش تشخیص وضعیت پناهندگی، شما لیستی دریافت خواهید کرد که در آن تمام معلومات و اسنادی که شما باید تهیه و جمع‌آوری نمایید ذکر شده است. در صورتی که بخش اول تشخیص وضعیت پناهندگی را تکمیل ننمایید، شما نمی توانید در بخش دوم اشتراک کنید. بخش دوم وقتی است که شما با یک متخصص حقوقی ملاقات می کنید و این متخصص به شما کمک می کند تا به حکومت ایالات متحده تشریح کنید که چرا شما از بازگشت به افغانستان هراس دارید. این متخصص حقوقی و در صورت نیاز یک مترجم به شما همکاری خواهد کرد تا به پرسش های حکومت ایالات متحده در مورد محاکمه، شکنجه، تهدید به شکنجه، ترس از شکنجه و محاکمه تحت حکومت جدید طالبان که شما قبلا با آن مواجه شده اید پاسخ ارائه نمایید. این بسیار مهم است تا شما آمادگی داشته باشید و به طور صادقانه در مورد تجارب گذشته خود با طالبان و هر گونه تجارب خانواده تان که اکنون در افغانستان زندگی می کنند صحبت نمایید. تمام اعضای خانواده تان که فعلا در ایالات متحده حضور دارند، حتی کودکان خردسال، باید یک جا با شما برای پناهندگی درخواست دهند. اگر شما به نحوی به طالبان کمک کرده اید و مثلا به آنها غذا داده اید، سرپناه، پول یا اسلحه داده اید یا به نحوی با آنها کار کرده اید، شما باید این موضوع را با متخصص حقوقی خود شریک سازید. حتی اگر شما این کمک را تحت اجبار انجام داده اید
به عنوان مثال آنها شما را تهدید نمودند که در صورت که کمک نکنید به آنها شما را به قتل می رسانند؟ باید این مسئله را شریک سازید. در این گونه موارد ما کمک حقوقی ویژه جستجو خواهیم کرد تا مطمئن شویم که درخواستی شما تا با وقت بیشتر تهیه گردد. به این دلیل دانستن این مسئله برای ما بسیار مهم است تا ما بتوانیم طبق آن درخواستی شما را ترتیب بدهیم. هنگام ملاقات با متخصص حقوقیتان در جریان بخش دوم تشخیص وضعیت پناهندگی، لطفاً هر گونه اسناد کاری قبلیتان با حکومت ایالات متحده یا حکومت پیشین افغانستان، هر گونه اسناد قبلی دال بر محاکمه، تهدیدها یا آسیب و هر سندی که شما حس میکنید ترس شما مبنا بر بازگشت به افغانستان را ثابت میکند با خود بیاورید. به طور خلاصه، شما دارای وضعیت آزادی مشروط بشردوستانه هستید. این یک وضعیت موقتی بوده و تنها برای 2 سال اعتبار دارد. قبل از این که بتوانید به خانوادهتان کمک کنید، شما باید برای پناهندگی درخواست دهید. پس از ورود به ایالات متحده، شما تنها 1 سال برای درخواست پناهندگی وقت دارید. اگر شما در خلال این 1 سال برای پناهندگی درخواست ندهید، پس از آن درخواست شما بسیار مشکل خواهد شد. جهت ارائه درخواست پناهندگی شما باید معلوماتی را که ما در لیست فراهم نموده ایم جمع‌آوری نموده و در جلسه قبل از تشخیص پناهندگی شرکت نمایید. پس از اتمام جلسه قبل از تشخیص پناهندگی، شما باید با متخصص حقوقیتان در جلسه تشخیص پناهندگی اشتراک نموده و آمادگی داشته باشید تا به طور روشن در مورد تجاربی که در افغانستان داشته اید صحبت نمایید. سپاس از اینکه این ویدیو معلوماتی را تماشا کردید. با امید اینکه شما را در جلسات تشخیص پناهندگیتان ببینید.